خلیج فارس و مدعیان صاحب اختیاری جهان. اشاره به دوز و کلک طالبان نفت و دلار به معنی نادیده گرفتن ظلمی که بر مردم ستم دیده ایران می رود نیست و اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. سعدیا چندان که می دانی بگوی، حق نباید گفتن الا آشکار. سعدیا چندان که می دانی بگوی، حق نباید گفتن الا آشکار. هر که را خوف و طمع در کار نیست، از خطا باکش نباشد و از تتار. خانم ها و آقایان محترم، دوستان، خواهران و برادران عزیز، این بحث به خلیج فارس پرشین گلف اشاره دارد، آبراهی که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان واقع است. خلیج یا شاخاب به زبان فارسی به بخشی از دریا گفته می شود که در خشکی پیش رفته است. جمعه 13 اکتبر 2017 که آقای دونالد ترامپ موضع و سیاست خود را درباره ایران و برجام تشریح نمود، عالماً آمدن خلیج فارس را خلیج عربی نامید که با توجه به نقشه های در راه و نیز خلق و خوی ایشان چندان عجیب نیست. او که در سخنرانی خودش موقعیت کاخ سفید و ریاست جمهوری آمریکا را در حد سخنگوی عربستان و نتانیاهو پایین آورد، بخشی از سخنان برحق مردم شیخ گزیده ایران را هم تکرار کرد و این البته نیات او و دولت پنهان را نمی پوشاند. دولت پنهان، دیپ استیت در آمریکا، فارغ از اینکه کدام حزب و چه کسی مصدر کار باشد، بر سیاست گذاری عمومی اعمال نفوذ و کنترل دارد. آقای ترامپ پیش از کنفرانس خبری کاخ سفید با اشاره به ایران از ملت تروریست سخن گفت. ایران تروریست نیشن. گفته می شود امثال استفان میلر و استیو بانون نیز در تدوین سخنرانی های وی نقش داشتند. برگردیم به خلیج فارس. خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروند رود ختم می شود. اروند رود حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است. خلیج فارس بعد از خلیج مکزیک و خلیج هاتسون که در کانادا واقع است، سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می آید. سواحل شمالی خلیج فارس تماما در جغرافیای سیاسی ایران است و
بجز ایران، کشورهای عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین هم در کناره آن هستند. خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است. در منطقه خاورمیانه به عنوان بزرگترین و مهمترین مرکز ارتباطی بین این سه قاره است و بخشی از یک سیستم ارتباطی شامل اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس هند به شمار می رود. به همین دلیل از دیرباز مورد توجه قدرت‌های جهانی و همچنین بازرگانان و تجار دنیا بوده است. در مجموع خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک، انرژی و تاریخ و تمدن یک پهنه آبی مهم و حساس در دنیا محسوب می شود. بزرگترین عامل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است، به طوری که این منطقه را مخزن نفت جهان نام نهادند. خلیج فارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات متحده عربی است و به همین سبب منطقه مهم به شمار می آید. در حدود 30% نفت جهان از منطقه خلیج فارس تأمین می شود که از طریق این پهنه آبی و از راه تنگه هرمز به سایر نقاط دنیا حمل می گردد. بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که از آنها می توان بندر عباس، بندر بوشهر، بندر لنگه، کیش، خرمشهر و بندر ماهشهر در ایران و شارجه، دبی و ابوظبی را در امارات متحده عربی و بندر بصره و فاو در عراق را نام برد. از منظر نظامی وجود پایگاه‌های متعدد هم از دریایی، هوایی و زمینی در منطقه خلیج فارس که عمدتاً متعلق به کشورهای آمریکا و انگلستان هستند و همچنین حضور ناوهای جنگی کشورهای غربی، اهمیت نظامی این منطقه را نمایان می‌سازد. پیشینه تاریخی خلیج فارس. نام تاریخی این شاخابه، این خلیج، در زبانهای گوناگون خلیج فارس یا دریای پارس بوده است. در تمام سازمانهای بین المللی نام رسمی آن خلیج فارس است. سازمان آبنگاری بین المللی IHO که نقش مهمی در تعیین حدود دریاها و تسهیلات نقشه‌برداری دریایی و تعیین حد و مرزهای دریایی دارد، هم از آن با عنوان خلیج فارس یاد می‌کند. همه رؤسای جمهور آمریکا، از کارتر و ریگان و بوش پدر گرفته تا کلینتون و بوش پسر و باراک اوباما، از آن با عنوان پرشین گلف یعنی خلیج فارس یاد کردند. ترامپ هم در گذشته پرشین گلف رو بر زبان می آورد. برای مثال در گفتگو با لاری کینگ دوم سپتامبر 1987 که ویدئوی اون موجود است. گرچه این آبراه در همه متون تاریخی و جغرافیایی عربی خلیج فارس و دریای فارس نامیده شده و
و تا پیش از دهه 60 قرن بیستم کشورهای عربی از عبارت الخلیج الفارسی در مکاتبات رسمی خود استفاده می کردند، اما اعراب از دهه 1960 میلادی نام خلیج عربی را به کار برده و این مطلب طی یک بخشنامه از طرف اتحادیه عرب به همه کشورهای عربی رسما ابلاغ شده است. مدعای شیوخ عرب بر موضوعهای زیر استوار است. زمانی که اروپاییان اون دریا را خلیج فارس نامگذاری کردند، دولت‌های قدرتمند مستقل عربی وجود نداشتند. ولی امروزه کشورهای عربی بزرگی پیرامون این دریا هستند و جمعیت عرب در پیرامون خلیج از فارس‌ها خیلی بیشتر است. روی این حساب عرب‌ها حق دارند آب‌هایی را که پیرامون آنهاست به نام مورد دلخواه خود بنامند. اگر بنابر این گونه استدلال هاست، پس ایرانیان و 1 میلیارد جمعیت غیر عرب پیرامون دریای عرب نیز می توانند به خود حق بدهند که نام اون را به نام های تاریخی دیگرش از جمله بحر مکران، بحر پارس یا دریای هندوس، دریای بزرگ شرق، دریای آریترا و از این قبیل تغییر دهند. میگویند یک مورخ رومی اون رو خلیج عربی نامیده و نوشته است سواحل خلیج فارس تابع دولت ایران نیست، و دیگری گفته ساکنان دو سوی این دریا عرب هستند و ادب حکم میکند که این دریا را خلیج عربی بنامید. مسئله وراتر از نژاد پرستی و خاک و خون گرایی است. واقعش در اسناد تاریخی از کتب گوناگون گرفته تا نقشه های قدیمی نام خلیج فارس برجسته است. حتی یک نوشته با مکتوب در زبان عربی تا قبل از سال 1958 میلادی وجود ندارد که خلیج عربی به کار برده باشد. جدا از مستندات تاریخی میتوان به دلایل حقوقی، اسناد سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و قراردادهای رسمی، همچنین به دیدگاه روشنفکران و جغرافیدانان عربی و غربی تکیه کرد که همه بر نام خلیج فارس اشاره دارند. درباره این موضوع که جمعیت اعراب پیرامون خلیج از فارس ها بیشتر هستند، خوب است به کثرت ساکنان غیر عرب در کشورهای عربی خلیج فارس اشاره شود و اینکه در چند سال آینده عرب ها در میان انبوه جمعیت غیر بومی گم خواهند شد، چون هندی های مقیم قطر، امارات، کویت، بحرین و عمان از بومیان عرب بیشتر می شوند و بومیان قطر تنها 15% ساکنان اون را تشکیل می دهد. آیا واقعا چنین هویت هایی می توانند به عنوان کشور ملت و هویت ملی قومی تعبیر شوند؟ العالم العربی من المحیط الاطلسی الى خلیج الفارسی. خلیج فارس در دوره‌هایی از تاریخ و حتی در دوره فتحعلی شاه یک دریای ایرانی بوده و انگلیسی‌ها برای استقرار در هر منطقه سواحل از دولت ایران در ظاهر هم که بود مجوز می‌گرفتند. نام خلیج فارس از گذشته های دور در همه زبان ها به خصوص در زبان عربی به طور مستمر وجود داشته و تا دوره جمال عبدالناصر با اون مخالفتی نشده است. بگذاریم که نوار سخنرانی های ناصر و جملات معروف او در یوتیوب در دسترس است که میگوید العالم العربی من المحیط الاطلسی
الی خلیج الفارسی. سید قطب، حسن البنا و شیخ شلتوت هم در سخنرانی های خودشون شبیه اون را گفتند: العالم الاسلامی من المحیط الاطلسی الی الخلیج الفارسی. در آثار ابن بطوته، حمدالله مستوفی، یاقوت حموی، حمزه اصفهانی، ناصر خسرو قبادیانی، ابو ریحان بیرونی و همچنین در آثار نویسندگان جدید عرب از نام خلیج فارس بدون کم و کاست یاد شده است. ابن حوغل، ابن فقیه، یعقوبی، مقدسی، مسعودی، ابن بلخی، استخری و حافظ ابرو، مورخ و جغرافیدان مشهور عصر تیموری، همه به دریای فارس، بحر فارس اشاره کردند. منابعی چون المسالک الممالک ابن خرداد به، الخراج قدامت ابن جعفر و آثار البلاد و اخبار العباد زکریای قزوینی صحبت از خلیج فارس کردند. از این گذشته چندین و چند اطلس جغرافیایی در بردارنده نام و نقشه های کهن منتشر شده و نشان می دهد که نام خلیج فارس در همه اونها به کار رفته است. از کهن‌ترین این اطلس ها به طور نمونه می توان به نقشه جهان از آناکسیماندر، نقشه جهان هکاتئوس از سرشناس‌ترین جغرافیدانان یونانی و به نقشه جهان بطلمیوس، ستاره شناس و جغرافیدان مشهور اسکندریه اشاره نمود. در نقشه ایران دوره افشاریه کار سمعالدین و نقشه ایران و توران مربوط به دوران قاجاریه کار آدولف اشتلر هم نام خلیج فارس را می‌بینیم. در کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه آرگوسی نیویورک بیشتر از 200 نقشه تاریخی موجود است که نام خلیج فارس را دارد. در بریتانیا، روسیه، هند و در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز نقشه هایی با ارزش تاریخی وجود دارد که خلیج فارس با نام اصلی در آنها ثبت شده است. در سال 1753 میلادی در آمستردام هلند نقشه‌ای منتشر گردید که منحصراً مربوط به خلیج فارس بود و از اون با نام پرشین گلف یاد شده است. مخالفت با ستمگری و زشتی سنت دیرین نیاکان ماست. اولین رهبر عربی که نام خلیج عربی رو به کار برد عبدالکریم قاسم بود بعد از کودتا در عراق 1337. این اقدام او مورد اعتراض ایران واقع شد، اما بعد در کویت و مصر نیز این واژه جعلی رایج گشت و امروزه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این شاخابه را خلیج عربی و در شمال آفریقا خلیج می نامند. بدیهی است که تغییر نام خلیج فارس با انگیزه سیاسی و نه فقط از روی تعصب قومی به کار می رود و آقای ترامپ و عقبه اون می‌دانند که اقدامی خلاف حقوق بین الملل و کنوانسیون‌های فرهنگی است. همونطور که در آغاز گفتم با اشارت دولت پنهان دیپ استیت که صحنه‌گردان اصلی در آمریکاست و به امثال ترامپ خط می‌دهد، وی که پیشتر پرشین گلف بر زبانش جاری بود این بار آلمان آمدن خلیج فارس را خلیج عربی نامید. چرا؟
آیا ترامپ میخواست فقط دم شیوخ فاسد عرب را ببیند و برای تقرب به آنان بود که این غلط اضافی را کرد؟ یا نه، مدعیان صاحب اختیاری جهان بنابر نقشه های در راه رویارویی و شاخشون کشیدن های آتی را در تقدیر میبینند؟ آیا جغت های جنگ از حالا دارند به خریداران اسلحه و مشتری های لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن قوت قلب میدهند و برای همین است که از خلیج عربی نام برده شد؟ آیا امثال ترامپ و جولیانی و مکین و جان بولتون نمی دانند که دبیرخانه سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی اون دست کم 8 بار یادآوری کردند که روش مرسوم دبیرخانه سازمان ملل کاربرد نام خلیج فارس است و خلیج فارس کاربرد مستمر و طولانی در اطلس ها و کتب جغرافیایی دارد؟ با هجوم اعراب به ایران زمین در عهد ساسانی، وقتی دعوت همه به اسلام، به تحمیل اسلام بر همه بدل شد، وقتی اسلام منهای عرب به عرب منهای اسلام تبدیل شد، در میهن ما خیلی چیزها رنگ عربی گرفت. نام فرزندانمون، کتاب مقدس، مناجات، عبادات، ایام عید و عزا، مراسم ازدواج و مرگ و زبان فارسی، همه و همه به عربی آمیخته بود و آمیخته شد. ولی این دلیل نمی شود که حساسیت خود را از دست بدهیم و غلط زیادی ترامپ را که آگاهانه خلیج عربی را به کار برد تصادفی و اشتباه لپی بپنداریم. هیچ انسان ستم دیده‌ای که جهان و میهنش را بشناسد با استبداد زیر پرده دین و حکومتی که در میهن شیخ گزیری ما فقر و ستم و اندوه به بار آورده میانه ندارد. اما این مرزبندی بر حق دلیل نمی شود که مرعوب تبلیغات جغدهای جنگ شده از نقشه های شوم ترامپ و عقبه و نوکرانش غافل شویم. شجاع و برنا باشیم و از های و هوی و گرد و خاک نوکران استعمار و ارتجاع نهراسیم. مخالفت با ستمگری و زشتی سنت دیرین نیاکان ماست. سعدیا، چندان که می دانی بگوی، حق نباید گفتن الا آشکار. سعدیا، چندان که می دانی بگوی، حق نباید گفتن الا آشکار. هر کرا خوف و طمع در کار نیست، از خطا باکش نباشد و از تتار.